آرامگاه مولانا حسین واعظ کاشفی، همه چیزدان و صاحب کتاب روضة الشهدا قرار است بازسازی شود. هزینه این مرمتکاری 330 هزار دلار و مدت زمان آن هم یک سال است. این بنا قرار است که طی مدت حدود یک سال با هزینه 330 هزار دلار آمریکایی از طرف مؤسسه فرهنگی اچکو با تمویل سفارت آمریکا در افغانستان بازسازی بشه. مسئول این پروژه میگوید تمام سعی خود را به خرج میدهد تا این کار به بهترین شکل ممکن ارائه شود. قرار است تمام موادی که در این مرمتکاری استفاده می شود مواد دوره تیموریان باشد که برای این بنا به کار گرفته شده بود. نظر به کارهایی که در آبداد انجام می پذیره کاملا باید ساختمان مطابق همون کاراکتر، همون خصوصیات با همون مواد مسئله که به حساب در قبل در زمان تیموریا کار شده یا در اصل ساختمان کار شده مطابق از او. ولی هرات می خواهد مانع فروریزی آبده های تاریخی این ولایت باشد. میگوید هرات با این بناها صلابت دارد. متعهد به این هستیم که بناهای تاریخی ما را پس زنده کنیم، اما حیثیت و هیبت و صلابت و ارزشی که شهر داشته، شهر ما و شما، شهر هرات ما و شما پس زنده شوه و از تخریبش جلوگیری بشوه. کمال الدین حسین ابن علی، مشهور به مولانا حسین واعظ کاشفی، همه چیزدان، نویسنده پرکار، عالم جامع العلوم، منجم، مفسر قرآن، ریاضیدان و واعظ تأثیرگذار در قرن نهم بود. عمده شهرت او به واسطه نگارش مقتل روضة الشهدا است که بیشتر به مرثیه نویسی اهل بیت علیهم السلام پرداخته بود. کاشفی تخلص او بود و از آنجا که به وعظ و نصیحت مردم می پرداخت به واعظ مشهور شده بود. از این مردم تا چه لرسون دوازه خب تا نسیدار خورا